هرچند فشار و بدرفتاری با مهاجران در روسیه به دستور قانونگذاری و تلاش نهادهای دولتی این کشور جریان دارد، خیریدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید فشار و مناسبت درشت با مهاجران موقع حکومتی رسمی روسیه نیست. این اظهارات رئیس مرکز تحقیقات استراتژی روز 31 ایول در نشست خبری صدا داد. مناسبت شهروندان یک کشور و شریک استراتژی همون نسبت به شهروندان ما رسانه‌ای میشوند، این نه مربوط به سیاست رسمی دولتی فدراسیون روسیه هست، بلکه وابسته به آن است که در فضای اطلاعاتی این کشور چگونه تصورات ها درباره مهاجران مهنتی نشر می شود و متاسفانه هم در فضای اطلاعاتی فدراسیون روسیه تصورات نادرست از مهاجران مهنتی نشر می شود، یعنی که این مسئله جای دارد و همه منبه های اطلاعاتی، سرچشمه های اطلاعاتی، آنها نیز سرچشمه های دستگیری خودشان را دارند و بنابراین هم این را بی واسه به سیاست رسمی دولتی این کشور علاقمند دانستند، من گمان می کنم که آنقدر صحیح نیست. این اظهارات در حال صدا می دهد که خدمات دولتی، پارلمان، کمیته تفتیشات و پلیس روسیه به تکرار از تنظیم مهاجرت و راندن مهاجران آسیای مرکزی یا با وطنشان یا با جنگ اوکراین اعلانیه و بیانیه می دهند. رئیس نهاد برنامه‌ریزی استراتژی تاجیکستان اینها را نه تنگ شدن شرایط برای مهاجران بلکه تلاش های روسیه برای تامین امنیتش می داند. بعضی از روندهایی که ما مشاهده می کنیم این وابسته به تنظیم حقوقی بود و باش مهاجران مهنتی در فدراسیون روسیه هست. این اظهار نظر در حالی است که در پی حادثه کراکوس و درماندن صدها مهاجر در فرودگاه های روسیه، سراج الدین مهر الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان 30 اپریل در یک صحبت تلفنی با همتای روسش گفته بود چنین برخورد منفی با شهروندان تاجیکستان و نقض گسترده حقوق آزادی های آنها با پرینسیپ های مناسبت های دو جانبه موافقت نمی کند. هرچند فشار بالای مهاجران تا کنون دوام دارد، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی گفت اطمینان کامل دارد که در همکاری سازنده دو جانب که شریک استراتژی هستند این مسئله به طریق مثبت حل می شود. بدرفتاری با مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه همیشه وجود داشت، ولی بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین در سال 2022 و حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس در ماه مارس امسال گسترش و شدتی بی سابقه پیدا کرد. در این پس منظر کاربران شبکه‌های اجتماعی و صفحه یوتیوبی رادیو آزادی می نویسند که تاجیکان در این بین از بی‌پناه‌ترین قشر مهاجرانند که بیش از دیگران هدف بدرفتاری و ستیزه قرار می گیرند. بنابر آمار از ماه اپریل تا پایان ایول تنها با راه هوایی نزدیک 3500 مهاجر تاجیک از روسیه رانده شدند.